آدینه با آقای منشه امیر، میزبان خانم نگار نازنین. آدینتون به شادی آقای امیر، خیلی خوشحالیم که بازم با ما هستید. سپاسگزارم. من هم متقابلا خوشحالم که هم با شما و هم با شنوندگان و بینندگان خوب این برنامه هستیم. یه خورده این بار دیر شروع کردیم و یه دی به من زنگ زدن چرا هنوز آپلود نشده. بفرمید، در اختیارم. خیلی ممنونم. بله، ضمن خوش آمد به همه بیننده ها و شنونده های ما، اخبار هفته رو یه مروری میکنیم. خبرهای خیلی زیادی بود این هفته، از جمله متوقف شدن مذاکرات برجام و خطرناکتر شدن اوضاع روسیه و اوکراین. ولی مهمترین خبری که میشه بهش اشاره کرد در هفته گذشته، بی تردید مهمترین این رویدادها پیمان همکاری امنیتی بین اسرائیل و امیر بحرین بوده. یعنی همون حکومتی که در حوزه خلیج فارس که رژیم ایران قسم خورده بود که اون رو برمی اندازه، ولی تا به حال ظاهرا سرش به سنگ خورده. آقای امیر، حالا حکومت ایران چه گله‌ای میتونه بکنه؟ بیشتر از 40 ساله که ادعا میکنه که ایجاد کمربندهای تروریستی در اطراف اسرائیل میکنه و این کشور رو خفه خواهد کرد. ولی حالا اسرائیل و قدرت کوبنده نظامی اسرائیل به حوزه اطراف کشور رسیده و در یک قدمی خاک ایران هستند. ممنون میشیم اگه بیشتر بررسی بکنید مفهوم نظامی و امنیتی این تحول تازه رو و به ما بگید آیا واقعا به حیات خلوت رژیم ایران رسیده اسرائیل؟ بله، ببینید به فارسی ساده میگن اونچه که عوض داره گله نداره. حکومت ایران از همون سالهای نخستینش، حتی 1982 بود، آمد و یک حزبی رو در لبنان به این با سوء استفاده از وضعیت ناگواری که شیعیان در لبنان داشتن برپا کرد، اسمش رو گذاشت حزب الله. و حزب الله ادعا کرد که برای دفاع از تمامیت ارضی لبنان که تلاش میکنه، ظاهرا میخواست که مشروعیت بگیره ولی دروغ میگفت. بعد آمدن حزب الله رو که درست کردن، امروز میگویند که بیش از 100,000 موشک و راکت و خمپاره در اختیار این گروه تروریستی هست. بعد آمدن و حماس رو در تحت حمایت خودشون گرفتن. حماس الان متمرکز در نوار غزه. در کنار حماس آمدن و یک رقیب براش درست کردن به اسم جهاد اسلامی آزادی فلسطین. بعد در کرانه غربی سعی کردن که نفوذ بکنن، در سوریه اومدن پایگاه برقرار بکنن به این هدف که از 4 طرف اسرائیل رو مورد محاصره قرار بدن و به خیال خودشون اسرائیل رو خفه بکنن، که در هیچ کدوم از این برنامه ها موفق نشدن. ما الان چند سالی است که میبینیم که تقریبا اکثر کشورهای مهم عربی دست از کینه و خصومت با اسرائیل برداشتن. مصر چند ماهی پیش از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد. 10 سال بعد از اون اردن بود. دولت لبنان کاملا آماده است که با اسرائیل صلح بکنه. اسرائیل و لبنان هیچ اختلافی با هم ندارن، منتها این رخنیابی حکومت ایران در لبنان و همچنین نفوذی که گروه های ترور فلسطینی دارن مانع این کار شده. و همزمان میبینیم که در یکی 2 سال اخیر یک گرایش بسیار قابل توجهی از جانب کشورهای عربی دیگر به سوی صلح و آشتی با اسرائیل به وجود اومده که هر روز قوی تر میشه. بحرین رو همونطور که شما گفتید الان
سالیان درازه که حکومت ایران سعی میکنه که رژیمش رو براندازه و حکومت خودش رو به بحرین هم گسترش بده و ظاهراً تمام شرایط هم میتونست مساعد باشه که اونها به این هدف خودشون برسن، چون در بحرین فکر میکنم 80% از جمعیت یا بیشتر شیعه هستن، مسلمان اهل تشیع هستن و حاکمشون یک حاکم اهل تسنن هست و ظاهراً مردم شیعه میتونستن قیام بکنن و اهل تسنن رو بردارن و حکومت رو خودشون به دست بگیرن. حکومت ایران سرمایه گذاری های بسیار کرد، هزینه های بسیاری رو پرداخت که شیعیان بحرین رو به خیزش واداره که اونها بیاین و درها رو به روی حکومت ایران باز کنن که نتونستن. حالا در یک چنین امیرنشینی، هر اندازه هم که کوچک است، ولی در همسایگی ایران قرار داره، در جنوب ایران خلیج فارس قرار داره، چنین حکومتی میآید و با اسرائیل، همون کشوری که عرب قبلا میگفتن نابود باید گردد و حکومت اسلامی ایران امروز همچنان میگوید که نابود باید گردد، پیمان دفاعی امضا میکنه. این تصور ایجاد میشه که یک گروهی در داخل حکومت ایران نشستن و به نفع اسرائیل دارن اقدام میکنن. در هنگام سفر رئیس جمهوری اسرائیل به امارات عربی متحده میآیند و از یمن حوثی‌ها موشک پرتاب میکنن به ابوظبی یا به دبی، هنوز نرسیدن، و تهدید میکنن که ما این حملات رو بیشتر خواهیم کرد. این یک باستاب و پیامد منطقی داره و اون این است که امیرنشین ها خودشون رو هرچه بیشتر نسبت به حکومت ایران و نیاتش در خطر میبینن و طبیعی است که به اسرائیل نزدیک میشن. ببینید، عربستان رو بارها حوثی ها آمدن و مورد حملات موشکی و پهپادی قرار دادن. اسرائیل بلده چطوری این موشک ها رو ردیابی بکنه و چطوری اونها رو در هوا شکار بکنه و نابود بکنه. چه نتیجه منطقی ما میتونیم بگیریم جز این که عربستان هم به سوی اسرائیل نزدیک بشه؟ این است که عقد پیمان همکاری های امنیتی بین اسرائیل و بحرین بسیار بسیار مهمه. این میتونه مقدمه ای باشه برای امیرنشین های دیگر. و به این اضافه بکنیم، همونطور که شما هم گفتید، سفر رئیس جمهوری اسرائیل به امارات عربی متحده رو و اون حملات موشکی که حوثی ها به دستور حکومت ایران انجام دادن، مسلماً این همکاری های اینها رو بسیار بیشتر میکنه. و همونطور که شما گفتید خانم نگار، اسرائیل در واقع به حیات خلوت حکومت ایران وارد شده و حساب بکنید که چقدر برای اسرائیل این میتونه ارزش داشته باشه. من امیدوارم که اسرار نظامی رو فاش نمی کنم، ولی از اون جایی که امارات عربی متحده هم مانند اسرائیل هواپیماهای F-35 خریده، شاید اگر روزی قرار بشه که حمله بشه دیگه لزومی نداره. البته من به صورت تئوری میگم این رو، بازم تأکید میکنم که هیچ اطلاعاتی ندارم، فقط ارزیابی میکنم و یک احتمالاتی رو بیان میکنم. حساب بکنید که روزی که قرار باشه به تأسیسات اتمی و موشکی حکومت ایران حمله بشه و اسرائیل میخواهد که این حمله رو انجام بده، هیچ احتیاجی نیست که هواپیماهای F-35 از خاک اسرائیل بلند بشن، بلکه خلبانان اسرائیلی میتونن برن ابوظبی با یه هواپیمای کوچولویی که بی سر و صدا باشه. در اونجا امارات قراره که از ایالات متحده هواپیماهای F-35 دریافت بکنه، سوار اونها بشن و برن و ماموریتشون رو انجام بدن. خیلی فاصله کمتر میشه، اونها در ظرف 10 دقیقه 15 دقیقه پرواز میتونن به قلب ایران برسن. این خب حکومت ایران رو به هراس وامی داره، ولی با این همه ما میبینیم که عواملی در داخل حکومت همچنان
به تحریکات نظامی و سیاسی و امنیتی ادامه میدن. برای اسرائیل بسیار بسیار معنی داره، برای تمام کشورهای منطقه، برای عربستان سعودی بسیار بسیار مهمه که هواپیمای رئیس جمهوری اسرائیل برای رفتن به امارات از حریم هوایی عربستان رد میشه. این یک انقلابه. البته قبول دارم عربستان هنوز با اسرائیل صلح نکرده، نمیتونه، در حال حاضر مشکلاتی داره که نمیتونه، ولی ببینید جهان عرب داره چطوری تغییر پیدا میکنه، دگرگون میشه. حکومت ایران نه فقط میگوید که ما خودمون رو برای نابودی اسرائیل آماده میکنیم، بلکه به ستیز و دشمنی و عملیات جنگی و تعرض علیه امارات و دیگر امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس دست دادن. در پایان کلام، این یک شکست بزرگ، یک باخت بزرگ برای حکومتی است که یک عده افراد نابخرد بر اون حاکم هستند و تصمیماتی میگیرن که نتایجش حتی به زیان خودشون تمام میشه. و این رو ما در آینده باز هم بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. بفرمایید. خیلی ممنون آقای امیر. همینطور دیدار رئیس جمهوری اسرائیل از امارات عربی متحده واقعا تاریخی بود. از سوی دیگه اخبار دیگه بود، مثل حمله موشکی حوثی‌ها مزدوران حکومت ایران که در هوا خونسا شد. چطور آقای امیر که کشورهای عرب دست دوستی اسرائیل رو می فشارند ولی رژیم ایران همچنان به زهر پراکنی و تهدید به نابودی اسرائیل ادامه میده؟ نظرتون چیه؟ بله، یه پاسخ خیلی ساده. اینا رزون دتر، یعنی علت وجودیشون خصومت با اسرائیل، خصومت با کشورهای غیر اسلامی، خصومت با سراسر مردم منطقه و جهان که خودشون رو بقبولونن، بتونن یک جاهایی رو به تصرف در بیارن. حالا اگه میگن ما نمیخوایم تصرف بکنیم، به تسلط خودشون در بیارن. و اینها همه شکست خورده. ببینید از یک سو اینا الان چندین ماهه که با عربستان از طریق میانجی ها و حتی به صورت مستقیم مذاکره و مباحثه میکنن که عربستان نرو به طرف اسرائیل، بیا به طرف ما، ما میتونیم بهترین دوست باشیم با شما. غلط کردیم، ما دیگه دست از سر روز برمیداریم. غلط کردیم دیگه، سفارتخانه شما رو در تهران و کنسولگری شما رو در مشهد به آتش نخواهیم کشید، بیاد با ما دوست باشید، نرید با اسرائیل همکاری بکنید. ولی این عملیات تا به حال نتیجه نداشته، به خاطر اینکه همونطور که شما هم گفتید، یک شاخه ای از حکومت ایران هستش که نمیخواهد که این کار انجام بشه. این است که از یک طرف حوثی های یمن رو به سلاح های پیشرفته تری مجهز میکنن و بهشون دستور میدن که برید امارات رو هم به موشک ببندید، و سوی دیگر میشینن و با عربستان مذاکره میکنن و میگن ما میخواییم با شما دوست باشیم. کدوم رو میشه باور کرد؟ قسم حضرت عباس رو یا دم خروس رو؟ این نشانه نابخردی و حتی میتونم بگم سردرگمی حکومت ایرانه که خیلی از موارد رو با یک دست پیش میکشه و با پا پس میزنه و یک ناامنی، تردید، نابخردی و عدم تصمیم گیری و عدم ثبات رو در منطقه به وجود میاره که در پایان امر به زیان خود این حکومتی است که امیدواریم در آستانه سقوط و فروپاشی قرار گرفته و هرچه زودتر این امید عملی بشه. بفرمایید. خیلی ممنون آقای امیر. آقای امیر، احساس میشه که صرف نظر از امور نظامی، حلقه حقوق بشری هم در اطراف گردن رژیم ایران داره تنگتر میشه. میبینیم در داخل کشور اعتراضهای مردمی گسترده تر شده، در خارج از کشور هم سازمانهای حقوق بشری بر دامنه فعالیت خودشون افسودن علیه این حکومت سرکوبگر و مظالم اون. دلتون به حال این رژیم مظلوم نمی‌سوزه آقای امیر؟
خیلی هم مظلومه، خیلی هم مظلومه، ولی الان دارن حساب پس میدن. ببینید اینا تصور میکردن که مردم ایران رو فریب دادن، بر سرزمین اونها مسلط شدن و هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن و هیچ فکر نکردن که فردا چه بهایی رو خواهند پرداخت. از سرنوشت آلمان نازی درس عبرت نگرفتن. بسیاری از جنایتکاران آلمان نازی پس از سقوط هیتلر دستگیر شدن، محاکمه شدن، مجازات شدن، برخی از اونها اعدام شدن و تا امروز هم بیش از 80 سال پس از پایان جنگ هنوز هم اینها تحت تعقیبن و اونهایی که زنده ماندن در خفا زندگی میکنن و میترسن که محاکمه بشن و مجازات بشن. این باید درس عبرت باشه برای سران حکومت ایران. یک روز اینا حساب خواهند پرداخت. و همونطور که شما اشاره کردید به دو روند، یکی گسترش اعتراض های مردمی در داخل کشور، همه تقریبا همه حقوق بگیرن، در حال اعتصاب و اعتراض هستن، از کارگران بگیریم تا کارمندان قوه قضاییه، از بازنشستگان تا آموزگاران، از آموزگاران تا پرستاران و غیره و غیره، همه در حال اعتصاب و اعتراض هستن و حکومت هم نمیتونه به خواسته های اونها پاسخ بده، پول نداره. حتی اگر وعده بده که بله شما حق دارید ما حقوقتون رو بالا میبریم، پولی ندارن که به اونها بپردازن. بنابراین این اعتراض های مردمی نه فقط فرو نخواهد نشست، بلکه انتظار میره که روز به روز بیشتر، شدیدتر و گسترده تر بشه و به زودی ممکن است که کارمندان دولت رو در همه زمینه ها فرا بگیره و اعتصاب های کارگری بیشتر بشه و اعتصاب کارگران نفت به آغاز بشه، در فروشگاه های بنزین دست به اعتصاب بزنن و یک وضعی ایجاد بشه که حکومت به آسانه فروپاشی برسه و سقوط بکنه بالاخره. این یک روند. روند دوم همینطور که شما در سوالتون مطرح کردید، تلاش و گستردگی مبارزات ایرانیان برون مرزی در راه دفاع از حقوق بشر در ایرانه. ما میبینیم که یک دادگاهی در استکهلم سوئد برگزار شد، یک دادگاه مردمی در لندن داره برگزار میشه و دادگاه های مشابه هم در جاهای دیگه، سازمان های حقوق بشر در دفاع از حقوق ملت ایران بسیار فعالتر شدن و حکومت ایران مورد مؤاخذه دنیا داره قرار میگیره. این دو روند یعنی در داخل و خارج میتونه بالاخره کمر این حکومت رو بشکنه. بفرمایید. خیلی ممنون آقای امیر. یه خبر دیگه آقای امیر این بود که مقام معظم رهبری امام علی خامنه‌ای در آخرین نطق خود می‌فرمایند که دستورات ایشان برای پیشبرد اقتصادی ایران بسیار خوب بوده و این کارگزاران و مجریان برنامه بودند که بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی نشون دادند. چی میگین آقای امیر؟ بله، آیا انتظار داشتین که علی خامنه‌ای طور دیگری سخن بگه؟ ببینید این فرد برای اینکه از انتقادها به دور باشه خیلی از موارد رو میگه من تخصص ندارم، برید کار بکنید، ولی بهتون هشدار میدم این کار رو نکنید، اون کار رو نکنید، این امتیاز رو ندین. البته این رو به طور شفاهی میگه، ولی در خفا، به ویژه در اموری که با نفت و اتم و روابط با آمریکا و دنیا مربوط میشه، دستورات بسیار بسیار جزئی میده و در واقع خود علی خامنه‌ای هستش که ایران و سیاست حکومت ایران رو به بن‌بست کشونده، به خاطر اینکه از یک سو میگه خیلی خوب برین مذاکره بکنین، ولی متوجه باشید که فلان و فلان و فلان، از یک سو میگوید که ما با دشمن هم اگه لازم باشه تعامل میکنیم، ولی این تعامل باعث به زانو در آمدن ما نخواهد بود و ما شدیداً از
حقوق خودمون دفاع میکنیم. حالا خود خامنه ای میبینه که وضع مملکت چقدر خرابه، چی بگه؟ بنابراین میگوید که بله، من به طور رهبر شما بهترین فرمان ها رو دادم، بهترین توصیه ها رو کردم، بهترین طرح ها رو ریختم براتون، بهترین راهنمایی ها رو کردم. شما نادان بودید، شما ناتوان بودید، شما ناشایست بودید و غیره و غیره، نتونستید دستورات من رو اونگونه که میخواهم اجرا بکنید. و این حرف مفته، یک حرف پوچه، چون وقتی که خامنه ای میآید و میگوید که با آمریکا هرگز وارد مذاکره نشید و میگوید که تلاش اتمی رو باید گسترش بخشید و بنابراین تحریم ها دوباره برقرار میشه و شدید میشه، وقتی که میگوید واکسن فایزر و مدرنا نیارید و آوردن واکسن ها ممنوع میشه، اینها دولت رو و ملت رو به بنبست میکشونه. وقتی که تحریم ها ادامه داره به خاطر سیاست های و فرمان هایی که علی خامنه‌ای میده، بنابراین صندوق ملی ایران روز به روز خالی‌تر میشه. بنابراین اگه مردم فقیرن، اگه مردم نون ندارن بخورن، اگه مردم خواب راحت ندارن، اگه خیابان خواب و کور خواب و پشتبان خواب و غیره داریم، اینا همش در اثر دستورات علی خامنه‌ای است. و این نمیتونه بیاد ادعا بکنه که من دستوراتم خیلی فاضلانه و عاقلانه و ماهرانه بوده ولی شما بلد نبودید چطوری اجرا بکنید. نمیشه یک نفری رو که هیچ امکاناتی نداره و هیچ پولی و هیچ بودجه‌ای در اختیارش نیست متهم کرد که تو شکست خوردی و نه من که باعث نبوده بودجه و غیره و غیره بودم. ببینید، شما خانم نگار اشاره کردید به اینکه خامنه ای میگوید که بله ما هر سال 5 میلیون گویا چیز داریم، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مدارس عالی رو داریم. خب ما نمیتونیم همه اینا رو به عنوان کارمند دولت بپذیریم، جا نداریم، خب برن خودشون کار پیدا کنن. و این نشون میده که این فرد تا چه حد نابخرد و ناآشنا به مدیریت کشور. وظیفه دولت هاست که کارآفرینی بکنن، کار ایجاد کنن. هیچ کدوم از فارغ التحصیلان ایران دانش آموختگان التهابی نداره بره حتما کارمند دولت بشه، بلکه میخواهد که اگر مهندس هست در رشته خودش، در یک کارخانه خصوصی، در یک کمپانی منطقه‌ای و بزرگ کار بکنه و حقوق بسیار خوب بگیره. همینطور اگر دانش آموخته تخصص دیگری داره، میخواهد که حکومت و دولت امکانات کار در اختیارشون بذارن. و اینها برنامه ریزی میخواد، اینها بودجه های دولتی میخواد. این یکی از اولین مسئولیت های هر حکومت و هر دولتی است که رفاه مردمان رو تأمین بکنن، کار برای جوانان ایجاد بکنن. این از دست یک مؤسسه خصوصی بر نمیاد، دولت هست که باید برنامه ریزی بکنه، باید بودجه های لازم رو اختصاص بده که کار ایجاد بشه. دولت باید امکان فعالیت و گزارش فعالیت سازمان های کار رو مثل کارخانجات و شرکت های تولیدی ایجاد بکنه که اونها نیاز به کارمند و متخصص داشته باشند و اونها رو بگیرن. دولت و حکومت مسئوله که روابط دوستانه‌ای با کشورهای دیگر داشته باشه و صنایع رو تشویق بکنه که بتونن تولید بکنن و صادر بکنن. وقتی که یک کارخانه بتونه تولیدات خودش رو بیشتر بکنه، میتونه کار بیشتری ایجاد بکنه برای جوانان و دانش آموختگان. اینها همش مسئولیت دولت و مسئولیت حکومته. بنابراین وقتی که علی خامنه‌ای میآید و در یک نطقی برای دیگران میگوید که ما مسئولیتی نداریم در برابر همه این دانش آموختگان، این نشون میده که بلد نیست، خرد نداره، تجربه نداره،
کفایت نداره و شایستگی نداره و این یکی از علتی است که ملت ایران و سرزمین پاک ایران به چنین وضع مذلت‌باری رسیده. بفرمایید. بله آقای امیر، در کنار همه این مشکلات استخدامای فامیلی را هم باید اضافه بکنیم. علی خامنه‌ای که خودش از پایه‌گذاران روزنامه جمهوری اسلامی هست، همین روزنامه گفته که در حکومت ایران کار از هزار فامیل گذشته و پارتی بازی به استخدام خویشاوندای دورم رسیده، مثل مادرزن و پسر عمو و افراد دیگه. یک گروهی ظاهرا میدزدن و چپاول میکنن و حق مردم رو پایمال میکنن و نهایتا کشور رو به سوی قهقرا میبرن. در کنار اینا فرار نخبه ها و مغزهای متفکر از ایران رو هم باید اضافه کنیم. بله کاملا درست میگید. یعنی اینها دیگه الان یک باند مافیایی رو درست کردن. تمام کسانی که در داخل این باند هستن یک نوع روابط خانوادگی یا روابط بیزنسی یا روابط اجتماعی دارن با هم و به هم ارتباطن، به هم نوم قرض میدن، از هم رشوه میگیرن، به هم رشوه پرداخت میکنن، به امکان میدن این یکی به اون امکان میده، اون یکی به این امکان میده که در امور قاچاق، در کارهای انحصاری و چیزهای دیگه اینها تمام قدرت و امکانات مالی کشور رو در دست خودشون قبضه بکنن. بزرگترینشون سپاه پاسدارانه که آمده و تمام رشته های پردرآمد کشور رو به دست گرفته. صحبت از حتی قاچاق دارو هست، این الان یکی از پرسودترین هاست. اگه قرار اجازه واردات بدن، اون چند ده هزار خانواده این رو میگیرن و برای خودشون به کار میبرن. ادعا کرده بودن که خود ابراهیم رئیسی گفته که باید قول داده، گفته من در دولت من شایست سالاری مدرک است. برین حساب بکنید که افرادی که در داخل دولت ابراهیم رئیسی دارای مسئولیت های هستن، همیشه همشون به یه ترتیب با هم خویشاوندی دارن. یا مثال دیگه، الان در داخل دولت رئیسی افرادی هستن که دلال پست و وزارت و حکومت هستن، یعنی میرن از یک فردی پول های کلان میگیرن که آقای رئیسی او رو مثلا رئیس سازمان کل فلان بکنه. یعنی نه فقط شایسته سالاری دیگه وجود نداره، نه فقط هزار فامیل وجود نداره، بلکه ده هزار فامیل وجود داره، بلکه تقسیم کارهای دولتی هم توسط دلالهای داخل حکومت انجام میشه که خدا میدونه که پولش به جیب کی میره، با هم تقسیم میکنن حتما دیگه. ببینید این من رو به یاد دوران امپراتوری عثمانی میاندازه که سلطان عثمانی پست‌های مدیریت و حاکمیت در یک نقطه رو مثلا در ولایت شام رو به یک ولی میداد، میگفتش که تو باید تعهد بکنی که سالیانه فلان مقدار به ما مالیات بدی، پول بدی، حالا هر چی خواسته از مردم بگیر. اون هم به قول خودش شایسته سالاری بود ولی حکومت هزار فامیل بود. الان رژیم ایران صد پله از این جریان بدتر شده، همشون میدوزن و کسانی به قدرت و اختیارات و صلاحیت ها میرسن که هم خودشون میدوزن و هم به رشوه را به دیگران میدن که اونها هم از این خانه نعمت بهره ای رو برده باشن. و چنین حکومتی که فساد مالی یا به قول حسن روحانی فساد مالی به چنین گسترشی رسیده، چنین حکومت قابل دوام نخواهد بود، بالاخره باید سقوط بکنه. بفرمایید. بی نهایت ممنونم آقای امیر که آدینتون رو با ما بودید. قبل از اینکه با بیننده های عزیزمون خداحافظی بکنیم، در همه جای دنیا از شما دعوت میکنم به یک کلیپ در آخر برنامه توجه کنید. در فرهنگ غرب گفته شده که وقتی کشتی به گل نشسته و در آستانه غرق شدن است،
حتی موشها هم از لانه خود فرار می کنند و آنچه می شنوید بخشی از افشاگری های یک فرد حکومتی در ایران است که از تجمل خواهی آخوند ابراهیم رئیسی پرده بر می دارد. با هم می بینیم و می شنویم. من واقعش یه مقدار چون میخوام اینجا سریع صحبت کنم ببخشید، چون من به هر حال من نماینده مردان نماینده مجلس هم، باید حرف مردم رو بزنم. ببینید ما وقتی یه رئیس جمهوری داریم که من باور خودم اینه، بعضی موقع به شوخی به دوستان میگم میشه باید وزیر رفاه میشدن تا رئیس جمهور، وقتی که دولتی سر کار میاد که در نهاد ریاست جمهوری اولین دغدغه‌شون میشه تعمیر و بازسازی استخر نهاد ریاست جمهوری. قبل اینکه مستقر بشن خود بچه نهاد ریاست جمهوری هم گفتن سفارش خرید دستگاه آب میوه‌گیری آب پرتقال طبیعی میده، چون میگن آقای رئیس جمهور آب پرتقال طبیعی میخوره. خب معلومه اینجا دیگه اون تفکر انقلابی میره باشه. من یکی از مسئولین استانی یکی از استانهای شرقی کشور به من میگفت، میگفت در سفر استانی که دولت داشت میومد ببینید اینا خیلی بده، ما رومون نمیشه رو به مردم بگیم، ولی خب برای اینکه موضوعات شفاف بشه یه طلبکار نشند از مردم و مجموعه این افعار رو بگم. میگفت سفر استانی بود، دولت داشت میومد در واقع به این استان مهم شرقی کشور، دفتر رئیس جمهور به ما زنگ زدن گفتن پتو و در واقع دوشکی که رئیس جمهور میخواد استفاده کنه باید دوشک لایکو مدل فلان باشه. دارم دقیقا میگم که بدونن خبرم دقیقه. استانداری این استان میگه ما در کلان شهر به اون بزرگی گشتیم لایکو مدل اونو پیدا نکردیم، مثلا مدل ایکس رو پیدا کردیم، گفتیم لایکو، گفتن نه آقای رئیس جمهور چون این بوی نوعی میده خوشش نمیاد، برید لایکو مدل همونی که ما گفتیم پیدا کنید، فقط از اون دوشک استفاده میکنه رئیس جمهور. و جالبه میگه ما گشتیم تو شهر مشهد پیدا نکردیم این رو، بعد از تهران با هواپیما دوشک لایکو مدل وای رو فرستادن که رئیس جمهور استفاده کنه. این کجاش تفکر انقلابه؟ و بعد همین میشه که یعنی ریشه خیلی از مشکلات امروز کشور میشه این، یعنی این نوع نگاه. ببخشید من خودم مثلا جزئی بگم ها، من اگه دقیقا که تو بحثم از نرخ ارزش پول ملی و نقدینگی و اینها گفتم، ولی من معتقدم بعضی از اینها در رفتار حاکمان نشون میده خودش، در رفتار مسئولین و مدیران و کارگزاران این کشور نشون میده. داداش مردم به ماها نگاه میکنن میگن این... یه تعبیری داره، من جمله رو شما فهمید یه اناس علی دین ملوکه هم یه تعبیریه. آدینه با آقای منشه امیر، میزبان خانم نگار نازنین.